در راه حضرت عمر بود، میگوید حضرت عمر خدا رحمت و مغفرت کند، عادت مبارکش این بود که در کوچه های مدینه دور میگشت، از حال مردم خبردار میشد. و ناگاه میگوید روز در راه نگاه کرد که روپروی او یک جوان می آمد. این جوان با دیدن عمر تمام وجود او را لرزه فرا گرفت. برای چی؟ زیرا که در زیر کشش یک شیشه عرق داشت. اگر عمر از این عرق درکدار می شد و چند دره در پشت می خورد، شاید که با همون ضرب دره از دنیا می گذشت. این جوان دیگر از راه عمر بیراه شده نتانست، رو پروی عمر آمد و حضرت عمر سلام داد با خلیفه مسلمان ها. حضرت عمر جواب گردانید و پرسید زیر کشو چی داری؟ وقتی این سؤال عمر کرد، این جوان دیگر میگوید این زمین برای من تنگی کرد، دیگر حال خود من خودم میدانستم و پروردگار، زیرا چنان جذبه ای که عمر داشت دیگر همه را من از دست دادم و با دلم در حال چی گفتم؟ الهی اِلَّمْ تَخْجِلْنِي عِنْدَ عُمَر وَسَتَّرْتَنِي لَا أَشْرَبُ خَمْرَ أَبَدًا. ای پروردگارا گفت، الحال گفت یک موقع آمده است که به جز ذاتی تو دیگر هیچ کس در من پشتیبان شدن نمیتاند. ای خدای مهربان گفت، از درگاه تو از صدق پرسان می شویم که اگر مرا در پیش عمر خجالت ده نگذاری، اگر این گناه مرا در نزد عمر ستر کنی، قسم به بزرگیت ای پروردگار اصلا دیگر این عرق را در دستم نمی گیرم، اصلا عرق نمی نوشم. ای خدای مهربان مرا الحال شرمنده نکن. می گوید این جوان سراسیمه گفت زیر کشم گفت سرکا دارم. سرکا گفت همون اکسوسی که ما و شما داریم. گفت همون سرکا دارم. حضرت عمر گفتن ارینی حتی اراهو، برار گفت تا که من او را بینم. جوان میگوید لرزان لرزان از زیر کش برآورد. وقتی عمر نگاه کرد این جوان میگوید عقلم نگرفت که این خود عرق الکه به سرکا مبدل شدگی بود. از حسابی میگوید این توبه صدقه که من به سوی پروردگار کردم و از خدای خود این زاره و تولا را که کردم، الکه میگوید عرق برآوردم، نگاه میکنم که اون عرق من اون عرق نبود بلکه به سرکا مبدلش کرده بود خداوند. یعنی توبه من از صدقی بود پروردگار قبولش کرد. و صاحب کتاب میگوید ای مردم عبرت گیرین، میگوید بنده از بنده ترسید، عمرم بنده خدا بود، این جوانم بنده خدا بود، از بنده ترسید و از صدق دل توبه به سوی خدا کرد، خدا بخشیدش. وقتی که شما به سوی خدا زاره و تولا میکنید، چگونه خدا گناه شما را نمیبخشد؟ البته میبخشد.